موضوع لایحه عفاف و حجاب که روز گذشته در واقع در مجلس تصویب شد و قرار شد که به کمیسیون مشترک واگذار بشه. در آخرین خبرها در این ارتباط حسین علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرده که این کمیسیون روز یکشنبه و در اولین جلسه خودش 12 ماده از لایحه حجاب و عفاف رو بررسی و تصویب کرده. البته ایشون به جزئیات این 12 ماده اشاره‌ای نکرده. همزمان که جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف برای سرکوب این نافرمانی مدنی اقدامات مختلفی رو در دستور کار قرار داده، اما جامعه مسیر خودش رو به روال پیشین ادامه میده و در نتیجه همین امر که همه روزه خبرهایی از کلمبیا برخورد با شهروندان منتشر میشه. جدا از شهروندانی که مرز خود و حکومت رو سالهاست مشخص کردن، انتقاد نمایندگان به این لایحه و انتقاد از اصرار حکومت بر تداوم سیاست زور در برابر مردم هم ادامه داره. از جمله در تازه ترین مورد، جلال محمودزاده نماینده مهابا در اظهار نظری تازه گفته حجاب و عفاف یک بحث فرهنگی است و نیاز به کار فرهنگی داره. با برخورد چکشی و قهری نمیتونیم حجاب رو در کشور پیاده کنیم. این امر باعث دو قطبی شدن جامعه و مقاومت مردم میشود و نتیجه عکس دارد. در راستای تداوم همین سیاست برخوردهای چکشی و قهری، امروز تصویری هم منتشر شد در شهر آمل که یکی از آمرین به معروف با پشتوانه حکومت به بهانه حجاب دختری نوجوان با پوشش اختیاری را مورد توهین و ضرب و شتم قرار داد. در یک سال گذشته مهسا امینی در جریان خشونت به بهانه حجاب جانش را از دست داد که در ادامه به اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی منجر شد. بعد از اون چند ماه بعد در یک دیداری که خانواده از باغ شازده در کرمان داشت، در جریان درگیری در موضوع حجاب، زن 60 ساله هم در پی فشارهای روانی بر اثر ایست قلب جونش را از دست داد و این رویه با تمام این مسائل همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با اصرار بر این روش‌ها بیمی از تکرار وقایع مشابه نداره. همه روز گروهی تحت فرمان نیروی انتظامی یا گروهی دیگر تحت عنوان لباس شخصی و آتش به اختیار به آزار و اذیت شهروندان مشغول هستند. یکی از خبرهای بسیار جنجالی هفته گذشته خبری بود مبنی بر استخدام 400 حجابان با حقوق 12 میلیون تومان برای برخورد با موضوع حجاب بد حجابی یا بی حجابی در متروها. شهروندی ویدئویی گرفته از وضعیت نامناسب متروها و گفته که شهرداری به جای اینکه به این موارد رسیدگی کنه به حجاب تذکر میده. امروز 23 مرداد 1402 وضعیت کثیف مترو تهران. بعد شهرداری میخواد یه سری مفعول رو استخدام کنه تا بیاد به ناموس مردم بگه حجابتو رعایت کن. چند خبر کوتاه بگم. پیرامون برخوردهای سختگیرانه تر با نافرمانی مدنی در موضوع حجاب در شبکه‌های اجتماعی که در یک هفته گذشته به نوعی در دستور کار قرار گرفته، حسین یوسف‌زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری اعلام کرده که 25 باشگاه زنانه که شونت اسلامی رو رعایت نمی‌کردن یا در فضای مجازی تصاویر بدون حجاب منتشر می‌کردن بهشون تذکر داده شده و همچنین از پلمب 6 باشگاه ورزشی با دستور قضایی خبر داد. از سوی بر اساس متن لایحه عفاف و حجاب که توسط رسانه‌های رسمی منتشر شده، در واقع سفارش تبلیغات به بلاگرهایی که ترویج بی‌حجابی و بدحجابی به تعبیر حکومت می‌کنن جرم‌انگاری شده. و در خبر دیگری هم کوتاه اشاره کنم که در خراسان جنوبی هم رئیس کل دادگستری استان از تشکیل پرونده قضایی برای 145 شهروند خبر داده و گفته که برای 115 تن از اونها این در واقع 115 پرونده رأی نهایی صادر شده. تشکر می‌کنم از همکارم افشار سیگارچی از اتاق خبر صدای آمریکا.